die Waffen bis jetzt gehört. Komm und halte! با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در ارتباط با اقدامات تروریستی سه‌شنبه گذشته 22 مارس در بروکسل در فرودگاه بین‌المللی پایتخت بلژیک و همچنین در یکی از ایستگاه‌های متروی شهر بروکسل در نزدیکی مقر اتحادیه اروپا گفتگویی داریم با پیروز زورچنگ، فعال سیاسی ساکن بلژیک. پیروز عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو برای این گفتگو پذیرفتی. اگه میشه ما رو از آخرین اخبار و گزارشات مربوط به این حادثه تروریستی جنایتکارانه و مجموعه اطلاعاتی که در این زمینه وجود داره آگاه کن. بگوش. خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری و متشکرم که این امکان رو دادید که چند وقتی رو در خدمتتون باشیم. در رابطه با حوادث بروکسل من خدمتتون عرض کنم که سه شنبه 22 مارس بود که در حدود ساعت 8 و 10 دقیقه اگر اشتباه نکنم این حادثه فرودگاه به وقوع پیوست و در ادامه اون در ایستگاه یکی از ایستگاه‌های هم مترو که البته در ایستگاه مترو در خود واگن مثلا انفجار انجام گرفت. در رابطه با خود فرودگاه حتما در جریان هستید که اخبار و گزارشات متفاوتی در رابطه با این از کانال‌های مختلف اخبارش رو پخش کردن به وسیله سه نفر که تصویرشون نمایان شده به وسیله دوربین‌های مداربسته‌ای که توی فرودگاه کار گذاشته شده بود، تصویر اونها رو گرفتن و سه نفر بودن که دو نفرشون در بمب‌گذاری شرکت داشتن و نفر سوم متواری شده که همچنان پلیس و نیروهای امنیتی بلژیک در پی یافتن این فرد است. در خود فرودگاه متاسفانه تعدادی کشته شدند و تعداد وسیعی هم زخمی شدند و به لحاظ موقعیت خود ساختمانی اونجا آسیب فراوانی دید و به همین شکل تقریبا با همین طرح و برنامه همزمانی تقریبا در متروی در یکی از خطای اصلی بروکسل در واگن مترو بمب گذاری شده بود و اونجا هم انفجار رخ داد و متاسفانه در حدود 15 نفر اونجا کشته شدن و در مجموع هر دو محل کشته هاش 36 نفر اعلام شده و بین 200 تا 250 نفر زخمی متاسفانه که در بین اینها سنین مختلف وجود دارند، یعنی از بچه‌های گرفته تا سن بالا و زن و مرد و پیر و جوان متاسفانه توشون هستند. البته برای طبق گزارشی که پلیس داده بود که متواری شده رو گیرش هستن که به اصطلاح دستگیر بکنن، روز دوم یعنی چهارشنبه از طریق خبرگزاری ها اینچنین عنوان شد که فرد سوم دستگیر شده، ولی در همون روز بعد از ظهر یا حول و حوش ظهر به طرف بعد از ظهر تکذیب شده این مسئله. ولی به هر حال مواردی هم بوده که روز همون 23 در دو نقطه متفاوت افرادی رو دستگیر کردن، یعنی به طور مشخص دو نفر رو در دو نقطه متفاوت، ولی اینکه چه ارتباطی با اونها داشته، در چه سطحی ارتباط این دستگیر شدگان با این بمب‌گذاری ها بوده هنوز از جانب نیروهای امنیتی و خبرگزاری ها اعلام رسمی نشده. ولی خب به طور مشخص شهر همچنان بروکسل باز به اون حالتی که در بعد از بمب‌گذاری
گذاری ها و ترورهایی که کشتاری که توی پاریس انجام گرفته بود و اونجا هم بروکسل به حالت تمام امنیتی یعنی علخت چهار که نمره چهار اون بالاترین سطح امنیتی هست قرار گرفته بود برای چندین روز، دوباره از روز سه‌شنبه بعد از این کشتارها بروکسل وارد باز اون مرحله شده و شهر کاملا در حالت امنیتی، نیروهای نظامی همه جا پخش شدن و نیروهای ارتش همچنان به کمک اومدن در مراکز اصلی شهر، مراکزی که تجمع زیاد هست حتی چه اداری دولتی و چه تجاری و حتی بعضی جاهای مثل مدارس و ایستگاه‌های به اصطلاح مرکزی، متروها و همچنین ترن‌ها، جاهایی که کلاً تجمع میتونه وجود داشته باشه نیروهای امنیتی در اونجا مستقر هست. خب پیروز عزیز، من فکر کنم جزئیات خبر رو بینندگان ما میتونن از طریق سایر رسانه‌ها هم دنبال کنن. ما یه مقدار بریم سر بررسی این ریشه‌ها. بر طبق آماری که دادن، بلژیک به نسبت جمعیتش بیشترین تعداد افراد از اونجا در سالهای اخیر رفتن سوریه، پیوستن به داعش و سایر نیروهای اسلامگرا. در این حال این دو برادری که کشته شدن خودشون مدتی در زندان بودن، البته به جرم غیر سیاسی، درست مثل همون حادثه‌ای که تو فرانسه هم رخ داده بود که یکی از افراد اصلی خودش زمانی به جرم بزهکاری و جرایم غیر سیاسی در زندان بود و اینا تو زندان به اصطلاح رادیکالیزه میشن، افراطی میشن و به عقاید بنیادگرایی روی میارن. در بلژیک معروفه، در بروکسل هم، که گتوها و محلاتی وجود داره که در انزوای کامل در ید اختیار مسلمانان هست. آیا این هست؟ نه. چقدر این انزوا و عدم جذب شدن در محیط و همچنین کلن بیتوجهی خود جوامع اروپایی و در مورد مشخص بلژیک نسبت به اقلیت‌ها باعث میشه که سوق بده این جوانان رو، جوانان اقلیت رو، به این نوع اقدامات افراطی؟ شما دقیقا به نکات بسیار مهمی اشاره کردید. البته من در رابطه با همین موقعیت مکانی این منطقه که توی بروکسل وجود داره در یک گزارش دیگری با شما فکر میکنم این رو بینندگان رو در جریان این تقریبا منطقه قرار دادیم، ولی در این حال درست منطقه ای هست توی بروکسل که منطقه مولم، یکی از کمونهای چندگانه بروکسل که مولمبک نامیده میشه، عمدتا ساکنین اونجا رو آفریقای شمالی هایی که در بلژیک ساکن هستن یا در بروکسل به طور مشخص ساکن هستن رو شامل میشه این منطقه، که عمدتا مسلمان هستن و بیشترشون هم از کشور مراکش اینجا آمدن و البته آمدنشون مربوط به زمان اخیر نیست، اینا در سالهای بسیار قدیم اینجا پدرانشون، والدینشون اینجا انتقال پیدا کردن برای کار، برای گذران زندگیشون کارهای سختی رو انجام دادن. بیشتر این جوانهایی که حتی همین هایی که رفتن در این به اصطلاح جنگ و بر علیه نیروهای دولتی سوریه و ملحق شدن به نیروهای اسلامی و جمله داعش، جوانهایی هستن که تو خود بلژیک به دنیا اومدن اصلا اینها، یعنی اینجوری نیستش که اینها از مراکش به دنیا اومدن، ممکنه بخشیش هم این چنین باشه ولی عمدتا اینها توی بلژیک زاده شدن. ولی اینکه چطور شده که این جوانهایی که در اینجا به دنیا اومدن، چگونه شده که این کشورهایی که مدعی داشتن دموکراسی و رفاه، آسایش برای مدعی هستن که برای شهروندانشون به قول معروف ایجاد کردن، این جوانها رو نتونستن به این شکل به قول معروف جذب خودشون بکنن و اینها با وجودی که این محیط رو زندگی کردن جذب یک چنین نیروهای بسیار عقب مانده و مرتجع که واقعا
گفتن جریانات آدمخوار یک چیز بیهوده‌ای در مورد اینها گفته نشده یا به اصطلاح سطحش رو واقعا بالا برده نشده، واقعا در این سطح هستن اینا. ولی چگونه شده؟ اینها عمدتا جوانهایی هستن مثل خود حتی فرانسه، فرانسه هم دقیقا اینجور چنین هست، یعنی جوانهایی که از اونجا منتقل شدن یا از بلژیک منتقل شدن عمدتا اینها جوانانی هستن که از جامعه رانده شده هستن، در حاشیه شهرها زندگی کردن، خیلی هاشون بیشتر نمود پیدا میکنه به خصوص در مورد فرانسوی ها و در مورد بلژیک هم این چنین هست. اینا نیروهایی هستن که جوانهایی هستن که خیلی آداپته نشدن توی متاسفانه تو جامعه و این یه مقدارش برمیگرده به غیر از اون زمینه های ذهنی یا ایدئولوژی که توی اینا وجود داره اونو بذاریم کنار، ولی بخش قابل توجهش رو نیروهای به اصطلاح خود بلژیکی، دولت بلژیک، نیروهای اجتماعی اینجا، نیروهای سیاسی که نقش دارن در پیشبرد برنامه‌های دولتی اینجا متاسفانه اون موقعیت لازم رو برای اینها به وجود نیاوردن و اینها متاسفانه جذب اجتماع نشدن و حتی شاید بشه گفت که و حتما هم همین جوریه بخش قابل توجهی از آنهایی که رفتن به این جریانات مرتجع ملحق شدن اینها جوانهای بودن شاید به شکل خیلی لنپنبار توی اجتماع زندگی کردن، جذب کارهای بیهوده شده بودن و کارهایی که به قول معروف از اجتماع دور و متاسفانه نتونستن خودشون رو به قول معروف وقف بدن با اجتماع. بخشش مربوط به خودشون میشه و بخش قابل توجهی رو متاسفانه اینجا که انتظار میرفت از موقعیت خود نظام اینجا این شرایط رو براشون ایجاد کرد. اینی که اگر اون دو نفر فرض کنید توی زندان بودن، من معتقدم بخش قابل توجهی از اونها شاید تو زندان ها بودن یا توی موقعیت مکانی که اینجا زندگی کردن کمتر از اونهایی که به دلایل اخلاقی یا فرض کنید مواد مخدر، نمیدونم مشکلات اجتماعی که ایجاد کردن شاید روان زندان شدن، اگر اونهایی هست که به زندان پاشون کشیده نشده متاسفانه راه به اصطلاح نرمالی رو هم پی نگرفتن اینجا. اینی که این جماعت این وضعیت رو داشتن، ولی خب همه این موقعیتی رو که عرض میکنم این به معنای توجیه این نیستش که این نیروها رفتن اون به اونا ملحق شدن چون از اجتماع رانده شدن جنایت ایجاد میکنن به خاطر این که فرض کنید به این اجتماع نزدیک نشدن یا عوامل اینجا وجود داشته که اینها رو از این اجتماع دور کرده، به هیچ عنوان این قابل توجیه نیست. این وضعیتی که این مهاجرین و کسایی که الان شما از به شمال افریقا اشاره کردید که معمولا خیلی از این کشورهای به اصطلاح افریقایی مستعمره فرانسه، بلژیک، انگلیس و غیره بودن، یعنی خود هم بلژیک سابقه استعماری داره هم فرانسه، و معمولا هم این افراد شمال افریقا مثلا می اومدن به همین در جستجوی کار و زندگی در همین کشورهای اروپایی از جمله بلژیک و فرانسه. ولی این ده ها ساله که اینا این وضعیت انزوا و وجود این گتوها و محلات به اصطلاح هاشنشین رو ما میبینیم در جای جای اروپا، ولی این عروج اسلام سیاسی اساساً یا شاید گفت صرفاً از این انزوا ناشی نمیشه، بلکه وضعیتی است که خاورمیانه دوچار شده، یعنی باطلاقی که اونجا به وجود آمده، این دخالت‌های امپریالیستی که حالا اون افغانستان در نظر نگیریم که سبب وجود آمدن القاعده شده، خود همین در هم شکسته شدن شیرازی عراق و بعد سوریه و بعد لیبی و بعد یمن، عملاً این داعش و عروج اسلام سیاسی رو به نهایت رسونده، یعنی یک بهشتی به وجود آمده برای اسلام سیاسی در منطقه از خاورمیانه که این جوانان رانده شده از همه جا
رو به اصطلاح سوق میده به اون سود که آدم بزهکار به قول شما به جرم مواد مخدر یا تجاوز یا به هر دلیل دستگیر شده افتاده در زندان، بعد میاد بیرون میشه اسلام رادیکال تا حدی که خودش هم حاضره به کشتن بده و انسانهای بیگناه دیگر. یعنی اینم هست ما باید ببینیم. مسلما همینی که شما به درستی اشاره کردید، البته ببینید مسئله طالبان رو که میگیم اگر بگذاریم مسئله طالبان نیست، این یعنی یه ادامه یک سیاستیه که کشورهای امپریالیستی به طور مشخص اروپا و آمریکا و اینا یک مدت زمان طولانی از همون دوره به اصطلاح طالبان در با این شکل به اصطلاح عمل کردی پیگیری شده به قول معروف، یعنی دقیقاً از زاویه مسئله اسلام، مذهب و یک ایدئولوژی به این قضیه. هرچند اینجور موارد در کشورهای دیگر هم اتفاق افتاده که مذهب نقشی نداشته یا اسلام نقشی نداشته در رابطه با این، چه کشورهای بسیار زیادی رو میشه از زبانهای قدیم مثال زد نسبت به، ولی در رابطه با این موضوع مشخص دقیقا همینجوری که شما میفرمایید در مورد مثلا مسئله سوریه منطقه، خود کشورهای امپریالیستی موقعیتی رو ایجاد کردن، نیروهایی رو سازمان دادن برای اون مقاصدی که در اون منطقه داشتن، از این نیروهای رانده شده در از اجتماع چه در اینجا چه در فرانسه چه در انگلیس استفاده شد، زمینه ای رو در اینها به قول معروف ایجاد کرده بودن با رانده شدن اینها از اجتماع، سوق داده شدن به اونها به اون سمت، و اینا متاسفانه مسئله مذهب هم نقش بازی کرد و به قول معروف این امکان رو به وجود آورد که اینها جذب چنین نیروهایی بشن. این دقیقا من میپذیرم، کاملا موافقم که نقش امپریالیسم در وهله اول تا اینکه خود اینها از کره ماه نیفتادن روی زمین، اینها با یک برنامه سازمان یافته‌ای که اونها در پی انجام اون موقعیتی بودن و خواستگاهی که به صورت باز تولیدی که اصلا در رابطه با این مسئله انجام گرفت، در رابطه با کشورهایی مثل عراق، عراقی رو که تمام زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی و تمامی اینها رو از بین بردن با حمله‌ای که آمریکا به اونجا انجام داد، موقعیت نابسامانی که توی اون اجتماع به وجود آورد، جوانهای اونجا هیچ آینده‌ای رو برای خودشون دیگه به قول برای فرض نمی کردن و طبیعتاً از این موقعیت نابسامان نیروهایی که دنبال این بودن که چنین موقعیتی رو در اونجا ایجاد بکنن، از این نیروهای رانده شده در اجتماع چه در خود اون منطقه و چه در مناطق دیگه استفاده شد که این حجم جنایت ها رو به این شکل در آورده و استفاده کردن. کاملا من موافقم با این گفته شد. عزیز یه البته دلیل دیگه هم داره و اون دلیل اینه که متاسفانه خب در سه دهه اخیر بدیل سوسیالیستی بعد از حالا صرف نظر از اینکه ما خودمونم قبول نداریم اون چیزی که در شوروی و بلوک شرق وجود داشت سوسیالیستی بوده که نبوده، ولی همون که اون فرو میپاشه، چون تا زمانی که اون وجود داشت این اسلام سیاسی به همراه به اصطلاح دول غربی یه دشمن مشترک به قول خودشون داشتن، بلوک شرق، شوروی، کمونیسم، همه زیادیت ها متوجه اون بود و این رو به نحو احسن در افغانستان ما شاهد بودیم که عربستان و قطر و من نمیدونم ایران و فرض بگیر آمریکا و پاکستان همه اونجا دخیل بودن برای مقابله با به اصطلاح چی اون دولت وابسته به شوروی یا دوست شوروی. ولی به دلیل ضعف بدیل سوسیالیستی که یک بدیلی وجود داشته باشه که این خشم، این نارضایتی انبوه جوانان به حاشیه رانده شده را در راستای جنبش‌های اجتماعی طبقاتی ضد سرمایه‌داری سوق بده، چون این نیست عملا اونا سوق پیدا میکنن به سوی چی؟ جریانات ارتجاعی. یعنی الان شما همین دو قطبی شدن رو مثلا در جریان همین رقابت‌های آمریکا نامزدی ریاست جمهوری آمریکا هم میبینید، بخشی از طبقه کارگر سفید پوست آمریکایی که ناراضی هست از وضعیت خودش، شغلش رو از دست داده، حقوقش، سطح حقوقش اومده پایین، بخشیش الان شدن پایه حمایتی دونالد ترامپ و فاشیسم را دارن تقویت میکنن
و بخشی که یه مقدار آگاهی کسب کردن، مثلا از سندرز که گرایشات سوسیال دموکراتیک داره دارن چیکار میکنن؟ حمایت میکنن. یعنی این فقدان بدیل یا ضعف بدیل سوسیالیستی هم خیلی نقش داشته در این که اینا جایی نداشته باشن، این انبوه جوانان حاشیه رانده شده به اون سو بیان و این خشم و خودشون رو به یک مبارزه طبقاتی تبدیل کنن عوض عملیات تروریستی انتحاری و اینا. درسته، اینا همه کاملا من موافقم، خود من هم چنین میاندیشم، ولی یک مسئله رو فقط ما فراموش نکنیم، اونم اینی که با توجه به تمامی این جوانب این قضیه، ما باید صدای سومی رو که اینجا آسیب دیده هر دو ارتجاع به اون باید بیشتر نگاه بکنیم، ما از اون زاویه باید قضیه برخورد بکنیم. ببینید جماعتی که روز سه‌شنبه اینجا بلند شدن، ساعت مثلا فرض کنید زمانی بوده که رفت آمد سر کار رفتن توی اون جماعت کارگرش هست، دانشجوش هست، چنانچه بوده ها، فرض کنید دانشجویی بوده که مثلا تو اون مترو کشته شده، یا کارگرایی بودن یا کارمندانی بودن، زن و مردی بودن، جوانی بوده، بچه‌ای بوده، اینها آدم‌های بسیار معمولی که نه اونوری هستن، نه به اینا وابستن، نه به اونور وابستن، انسان‌ها، شهروندان عادی هن که دارن میرن، اینها رو کشتن. یک چیز ساده نگاه کردن با توضیح و توجیه به اصطلاح عوامل اینها به این شکلی که صرفا عاملش چی هست، من کاملا موافق هستم نسبت به این مسئله که باید این عوامل رو یادآور کرد، ولی جنایتی در اینجا انجام میگیره که این جنایت به هیچ عنوان قابل اینکه عاملینش چون از اجتماع رانده شدن و فقط یه بودی نگاه کردن به اون به اصطلاح نظام یا اون سیستم نگاه کنیم بگیم، یا اینکه برعکسش فقط اینها رو مد نظر قرار بدیم که به قول معروف اینها مسئله به اصطلاح خود بی توجه به دیدگاه، بینش، زمینه های خود اینها، نمیشه اینها رو توجیه کرد. واقعیت منم هدفم، منظورم این نیستش که یه موقع شما در این جهت میدید یا کسانی ها، نه منظورم این که کلن ما باید از زاویهی برخورد بکنی که به هر حال هر دو ارتجاعی که مردم آسیب دیده این هر دو ارتجاع هستن رو باید مد نظر قرار بدیم و محکوم کنیم کشدار رو، تروریسم رو، انسان ستیزی رو به هر شکلی که وجود داره باید باش مقابله کرد. باید بشیم صدای اون بخشی از مردم که صدای سوم محسوب میشه، معروف هست، و محکوم کنیم تمامی اونهایی که در جهت به اصطلاح مردم ستیزی عمل میکنن. مردم تقصیری ندارن، این وسط یک عده به اصطلاح بر اساس نیات تلید خودشون، کشورهای امپریالیستی دنبال منافع خاص خودشون هستن، یک عده عقب مانده به اصطلاح رانده شده از اجتماع که آسیبشون هم به خودشون میرسه هم به مردم عادی، و این وسط دوچار این دست به این چنین جنایت هایی میزنن و چنین فجایعی رو ایجاد میکنن. واقعا دنیای عجیبی رو ایجاد کردن. اینی که در ضمن این که تأیید میکنم قطعا تعریف شما رو از مواردی که اشاره کردید، ولی حتما باید هر دوی این موارد رو به طور موازی، به طور مساوی، به قول معروف در کنار هم دیگه وظیفه ما هست که محکوم بکنیم و علیه اینها در حد تواناییمون به قول معروف مقابله کنیم. من کاملا موافقم که به هر حال ما تروریسم چه در شکل دولتیش و چه در شکل غیر دولتیش، هم از مذهبیش، غیر مذهبیش، اینکه ابعاد جنایت چقدر بزرگ باشه، چقدر کوچک باشه، هر بخش از این نیروهای که در چه اپوزیسیون باشن، چه در اپوزیسیون باشن، مردم بی‌دفاع رو مورد هدف قرار بدن، یک اقدام تروریستی و جنایتکارانه هست و باید به عنوان نشانی از تبحش و بربریت بی قلقش، بی عمام و اگر باید محکوم بکنیم. بر رو من پیروز زورچنگ عزیز تشکر میکنم ازت که در این گفتگو شرکت داشتی. اگر نکته پایانی داری میتونی با بینندگان ما در میان بذاری.
نه چیز خاصی اضافی دیگه رو ندارم. من هم تشکر میکنم از اینکه این امکان رو دادید، باز در خدمتتون باشیم با امید اون روزی که مردم در تمامی کره زمین در همه کشورها با آرامش، با امنیت، با آسایش زندگی بکنن. آسیب دیدگی مرتجعینی این چنینی که از هر طرف دنبال به هر حال منافع و مقاصد خاص خودش هستن دچار این آسیب دیدگی قرار نگیرن. با امید اون روزی که همه در صلح و صفا در کنار همدیگه روزهاشون رو بگذرن. ضمناً به عنوان یک شهروند ایرانی بلژیکی، همدردی عمیق تلویزیون برابری رو هم با خانواده های جانباخته که به قول تو خیلی از مردم عادی، کارگر، دانشجو، بچه پیر و جوان بودن و تا چه بسا تعداد از این کشته ها و مجروحین از خود به اصطلاح آفریقایی تبار یا عرب تبار یا حتی مسلمان بوده باشن. یعنی اینا نشون میدن که یعنی جرأت ندارند که به صورت یه زمانی بود مثلا چپهای چپگرا در اقصا نقاط جهان مبارزه میکردن با دولتها، با نیروهای انتظامی امنیتی و ارتش جنایتکار مبارزه میکردن، نمیرفتن مثلا خودشون رو منفجر کنن در میانه که مثلا مردمی که اتوبوس یا مثلا تو قطار دارن میرن مثلا سر کار. این نشون میده که واقعا جریاناتی مثل داعش چقدر این مرزهای تبهش رو در نوردیدن، همچنان که خود این پهپادهای امپریالیستی هم میرن مثلا از افغانستان تا یمن عروسی مردم رو ده ها نفر به خاک و خون میکشن، بعد میگن ببخشید ما فکر کردیم مثلا تجمع بنیادگرایان هست. بر رو من تشکر میکنم از تو که در این گفتگو شرکت داشت. خواهش میکنم. مرسی، منم از شما متشکرم. شما متشکرم. من بار پیش در واقع در رابطه با این موضوع صحبت کردم که چرا بازگشت به هگل و مارکس امروز ضرورت پیدا کرده، به خاطر اینکه خیلی از به اصطلاح مارکسیست ها شاید با سوء ظن به این قضیه نگاه بکنن، اینکه چرا دوباره ما باید به سرچشمه ها برگردیم. مگر فاصله ای که از مارکس تا حالا بر ما رفته، زمانی که از مارکس تا حالا بر ما رفته، شاهد تحولات، انقلابات، دگرگونی ها و نظریه پردازی های بسیار بیشماری نبوده، چه نیازی هست که ما باز به این دوتا آدم برگردیم؟ اینه که من در واقع توی اون راستا داشتم بار پیش بحث میکردم و امروز در همون راستا میخوام به بحث در واقع فقدان هستی شناسی، فقدان روش منسجم تئوریک و نظر و در واقع عملی و همینطور مسئله در واقع شناخت شناسی ارجاع بدم و اینکه اینها هستند که بازگشت به هگل و مارکس رو یک بار دیگر در پرتو ابداع دیالکتیک نظاممند و فلسفه علم روی باسکار در واقع ضرورت میبخشن. اما قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم، دوست داشتم به تمام کسانی که کار پژوهشی انجام میدن یا در پی انجام کار پژوهشی هستن دو کتاب رو معرفی بکنم که من خبر نداشتم که در ایران در واقع ترجمه شده. یکیشون به نام فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی با برگردان مترجم خیلی ارزنده ایران آقای اکبر معصوم‌بگی هستش که مباحث بسیار بسیار جالبی از روی باسکار و از دیالکتیسیان های نظاممند و انبوهی از دانشمندان دیگر رو در خودش گردآوری کرده که فکر میکنم تا حدی مقفول واقع شده و خوبه که بهش توجه بشه. کتاب دیگر فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم با ترجمه آقای حسن چاوشیان هستش که این کتاب هم بسیار کتاب مهمی هستش، کتاب معتبری هستش و باز همینطور این کتاب هم از روی باسکار و دیالکتیسیان های نظاممند و دانشمندان علوم اجتماعی دیگر کلی مطلب در خودش گردآوری کرده که لازم بهشون ارجاع داده بشه. اما بعد از این، همونطور که در آغاز گفتم، دوست دارم که بگم چرا این بازگشت به سرچشمه ها یعنی هگل و مارکس امروز ضرورت داره. بار پیش در واقع سعی کردم علتش رو تا حدی توضیح بدم،
این بار میخوام کمی بیشتر درباره علتهای دیگر این مسئله توضیح بدم. یکی از در واقع علتهای مهم به نظر من همونطور که گفتم فقدان در واقع جنبه هستی شناسی در بحث‌های امروزی هستش. هستی شناسی، در واقع معرفت شناسی یا شناخت شناسی و روش شناسی، این سه جنبه در واقع جنبه یک تمامیت رو تشکیل میدن. یعنی شما با توجه به تعریفی که از واقعیت داری، از ساختارهای واقعیت داری، یک هستی شناسی به دست میدی و بعد با توجه به این تعریف یا تعریف که نه در واقع با توجه به هستی شناسی که به دست دادی، با توجه به واقعیتی که تعریفش کردی و ساختارهاش رو برشمردی، قانونمندیهاش رو گفتی، اگر که این رو قبول داشته باشی، به مسئله در واقع معرفت شناسی یا شناخت شناسی میرسی. یعنی اینکه حالا چطور این واقعیت رو، این پدیده قانونمند رو در تمامیتش میشه فهمید، میشه درک کرد، میشه در چنگ گرفت و میشه توضیحش داد. هم در همین راستا مسئله روش مطرح میشه که با چه روشی شما میتونین واقعیت رو، این تمامیت رو، این پدیده رو که قانونمند هست در خودش و خودش دارای ذاتی هست به این معنا، یعنی دارای ساختارهای جدی هستش، دارای قانونهایی هستش، دارای مکانیزمهایی هستش، این رو چطور میخوای سازماندهیش بکنی؟ شناختت رو چطور میخوای از این اولا به دست بیاری و بعد چطور سازماندهیش بکنی و چطور ارائهش بکنی؟ و به همین ترتیب امروز ما میبینیم هم در آکادمی ها، هم در بیرون از آکادمی ها، هم در دنیای ژورنالیست و هم در میان آدمیان عادی دیگه، آدم های معمولی، میبینیم که مد شده که هر کس هرچی دوست داره در واقع بر زبان بیاره و هیچ اشکالی هم نداره ظاهرن که شما بدون هیچ دریافت جدی علمی از موضوعی راجبش بحث و گفتگو بکنیم. به خودی خود ایرادی نداشت اگر که دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی جدی نبود، اما چون دارای این پیامدهاست در نتیجه اهمیت داره که توجه داده بشه به این نقایص در این شیوه در واقع بحث هایی که امروز رایج هستش. اول اینکه آکادمی رو من نمیتونم در کل محکومش بکنم یا دانشگاه رو در کل محکوم بکنم، چون واقعیت این هستش که حضور امروز مارکسیسم، زنده موندن مارکسیسم بعد از این شکست های پیاپی که نوش جان کردیم، در واقع تا حد زیادی مدیون دانشگاه ها هستش، مدیون آکادمی هستش. بنابراین من یک روی کرده ضد آکادمیک ندارم به هیچ عنوان و فکر میکنم که اتفاقا آکادمی ها نقش مهمی در سیاست گذاری های اجتماعی دارن، در گفتمان سازی دارن، در روشن کردن واقعیت دارن و به همون شکل در واقع سیاست های ضد انقلابی نولیبرالیسم نقش بازی کردن، به ویژه دپارتمان های اقتصاد دیگه و چیز علوم سیاسی. اینه که پس باید توجه داشت به اینکه آکادمی هم یک اسلحه در واقع دو لبه هستش و ما باید هم به این لبش توجه کنیم و هم به اون لبه دیگرش. این رو گفتم برای اینکه یک جور روی کردی بعضی وقتها مشاهده میشه که ضد آکادمی هستش، ضد دانشگاه هستش، ضد نهادگرایی هستش و این به نظر من میتونه خطرناک باشه، چون تولید دانش در دنیای امروز بیرون از آکادمی تا حد زیادی مشکله، تا حد زیادی تقریبا میتونم بگم ناممکنه، مگر اینکه شما نهادی از آن خودت رو سازمان بده، یک نهاد آلترناتیو. ولی جدا از این نهادها به هر حال بعید میدونم که بشه کار جدی رو سازمان داد. پس مارکسیسم حضور امروز خودش رو، اینکه حضور داره، نفس میکشه، نوآوری های هنوز داره در واقع ارائه میکنه، مدیون دانشگاه هاست، همچنان دانشگاه های باختر به ویژه، اینکه هنوز تونستن در واقع مارکسیست ها اینجا رو دست کم به عنوان یک دژ هنوز نگه دارن بخشن و اینه که ما باید به این توجه داشته باشیم. اما بعد از اینکه اینها رو گفتم، قصدم این بود که بگم در واقع این فقدان هستی شناسی در بحث‌های امروز هستش که بخشن ما رو به هگل و مارکس دوباره پیوند میده. این فقدان هستی شناسی رو من تو در واقع دو تا مرحله بیان میکنم، یا تو دو تا نهله فکری، جریان فکری که یکیشون اتفاقا چپ هستش یا دست کم جست های بسیار رادیکال به نظر من بخشن فرهنگی و سیاسی داره و یک جریان لیبرال که خب به هیچ عنوان جست های رادیکال تغییر اجتماعی اینها هم نداره. یکی از این جریان ها که به نظر من مخالف هستی شناسی قانونمند، ساختارمند، هگلی، مارکسی، باسکاری هست، در واقع چیزیه که توی ایران به عنوان در واقع زیر نام آلمبدیو و
اسلاو جیجه که سالهای قبل در واقع خودش رو معرفی میکنه. تو این نهله فکری میگفتش که در واقع یا میگه که سیاست خود بنیاد هستش، فرهنگ یک سپر مستقله هستش، یا در واقع اقتصاد در سیاست به اون معنا نمیتونه تأثیری داشته باشه، در نتیجه سیاست خود ارجاع هستش و ما باید به خاطر همین به جنبه ناگهانی بودن تحولات اجتماعی توجه بکنیم که اونها نام رخداد رو بهش میدن. و به این معنا ما میبینیم که به نوعی در واقع آنتی فوندیشنالیست هستند، یا به هر حال یک نهله ضعیفتری از ضد شالودمندی واقعیت، یعنی واقعیت رو شالودمند نمیدونن به این معنایی که مارکسیست ها درک میکنن. بخاطر این ما به اینا میگیم پسا مارکسیست ها، یعنی اینکه توی به اصطلاح سنت مارکسیستی ما اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری رو خیلی عمده میکنیم، شیوه تولید سرمایه‌داری رو عمده میکنیم و بعد به این مسئله ارجاع میدیم که شیوه تولید سرمایه‌داری مملو از در واقع تضادهای درون ماننده هستش و این تضادهای درون ماننده در خودشون در واقع به نوعی تلویحی حاوی سیاست‌هایی هستند. حالا اینکه سیاست به معنای اخص کلمه، معنای تکنیکیش و معنای تکنوکراتیکش در یک سپهر دیگری عمل میکنه تو جامعه سرمایه‌داری، اون بحث دیگری است، ولی اینکه شالودش رو در واقع اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری میسازه، اقتصاد سیاسی این جامعه میسازه، برای ما مبرهن هستش. اما این نهله فکری که گفتم پسا مارکسیست ها و از جمله عالم بدی و اینها در واقع به این نکته بی‌توجهن و به این معنا هستی شناسی رو، هستی شناسی سرمایه رو بسیار کم میگیرن. این چیزی که در واقع توی عالم بدیو به ویژه میشه آدم ببینه این هستش که توش شما یک ساختار هستی شناسانه بسیار سختگیرانه ریاضیاتی داری، کسانی که با بدیو آشنا هستن به این توجه دارن، ولی از طرف دیگه با یک ساختار روایی توی کتابهاش روبرو هستی، با نوعی اسطوره افسانه روایتگویی و به ویژه این که در واقع شعر و فرمولهای سرسخت اینا همه در کنار هم چیده میشه، و از طرف دیگه یک پایه پنجم حقیقتی هم به بیان منتقدانش داره که الهیات هستش. و در نهایت شما میبینی بدیو با وجود این تمهیداتی که میچینه الهیات رو از در عقب وارد تئوری میکنه و سرانجام اینکه ما در واقع دستخوش فقط یک رخدادی هستیم که سوژه های اجتماعی باید تصمیم بگیرن و برای پیامدهای اون تصمیم گیری بکنن، پافشاری بکنن، وفاداریشون رو نشون بدن. این چیزیه که به هر حال تو در واقع حوادث سال 88 هم خودش رو نشون داد، یعنی هواداران این نهله فکری اعلام کردن که حوادث سال 88 در ایران یک رخداد سیاسی عظیم هستش، بی سابقه است و قابل تحلیل نیستش، قابل درچنگیری نیستش، به خاطر اینکه شالوده هاش توی جامعه موجود به اصطلاح وجود نداره، به نوعی معجزه است، از هوا افتاده به نوعی میشه گفت. البته به این شکل شاید خیلی از طرفداران بدیو موضوع رو تحلیل نکنن امروز، ولی اون روز دست کم بسیاری از طرفدارانش اینجور تحلیل میکردن و این نشون دهنده همین ضد شالوده مندی واقعیت هستش، در واقع رویکرد ضد شالوده مندی که در طرفداران این نهله فکری به هر حال هست و اینکه هستی شناسی سرمایه رو در واقع نمیپذیرن به عنوان یک امر علمی. بعد این به هر حال این فلسفه در واقع یا این نهله فکری نسب میبره به اپیکور در یونان باستان و مثلا از سوی دیگه به روسو، ماکیاول و آلتوسر متأخر و شاگردانش و همکارانش مثل بدی و اینها، که امیدوارم در فرصت‌های بعدی راجع به این نهله فکری بتونیم بیشتر صحبت بکنیم، چون به نظر من خیلی حائز اهمیت هستش. در نتیجه اینها در واقع به اموری که تو اجتماع اتفاق میفته و اینها بدون در واقع ارجاع به اقتصاد سیاسی، بدون ارجاع به هستی شناسی جامعه کنونی بحثش میکنن، نام در واقع رخداد و معجزه و امر تصادفی و غیر قابل انتظار و غیر قابل پیش بینی و اینها رو میدن که در واقع راه خودشون رو به درون واقعیت کنونی یا وضعیت کنونی باز میکنن، یعنی رخداد رو یک جور تکمیل یا فزونی گرفتن بر وضعیت کنونی میدونن و رخداد هرگز چیزی نیست که مستقیما قابل درک باشه، به خاطر همین بعد از اینکه وقوع پیدا کرد توسط پیامدهاش شناسایی میشه. به هر حال یک نهله دیگری که در واقع ضد شالوده مندی واقعیت هستش، میتونم بگم مثلا پوپری ها هستن، طرفداران کارل پوپر،
و اصولا نهله های پسا مدرنیستی و نهله هایی که از کانت به ویژه به اصطلاح الهام گرفتن، اینها هم به نوعی گفتم ضد شالوده مندی واقعیت هستن، به شالوده مندی واقعیت، به قانون مندی واقعیت زیاد توجه ندارن یا اصلا اعتقاد ندارن. مثلا من استادی داشتم در دانشکده جامعه شناسی که میگفت نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، لنینیسم، اسلامیسم، اینا همه در کنار هم قرار میگیرن. و اگر شما سرمایه‌داری به اصطلاح صحبت میکردی یا از دولت صحبت میکردی، خیلی روک و راست بهت میگفتش که به من سرمایه‌داری رو نشون بده، به من دولت رو نشون بده، دولت کجاست، سرمایه کجاست، سرمایه‌داری کجاست. یعنی در واقع یک جنبه بسیار پوزیتیویستی توی این نهله وجود داره، نهلهی که بهش دارم اشاره میکنم به عنوان پوپر و اینها، پوپر و نوکانتی ها. این نهله هم در واقع به معنای منکر واقعیت بیرونی قانونمند احتمالا غیر قابل رؤیت هستش، یعنی همه چیز رو باید با چشمش ببینه، همه چیز براش تجربی هستش، همه چیز براش امپریک هستش و به خاطر همین مشکل داره با مفاهیمی که به اصطلاح مارکسیست ها معرفی میکنن. به همین دلیل هم میبینی که پس در واقع منکر حتی فجایع سرمایه داری میتونن بشن، به خاطر اینکه فکر میکنن همه چیز بر اساس روابط آدم ها با همدیگه در سطح فردی قابل توضیح هستش، چیزی به نام ساختار اجتماعی، چیزی به نام ساختارهای پایدار و پویا و پرتضاد رو بهش اعتقاد ندارن. و از طرفی مثلا چرخش زبانی ها رو داریم، نهله دیگری که در واقع فکر میکنن همه چیز چرخش زبانی هست. همین که الان گفتم مثلا تا حدی وبری هایی که از خود وبر هم دیگه در واقع پیشی جستن، اینها معتقد هستن که شما میتونی هر مسئله رو با زبان و با پردازش زبان حلش بکنی. سرمایه‌داری چیه؟ سرمایه‌داری چیزی نیست جز چیزی که شما داری تعریفش میکنی، چیزی که شما داری تفسیرش میکنی. من میتونم اون رو جور دیگه ای تفسیر بکنم. دولت چیه؟ آیا این ساختمونه؟ آیا ساختمون وزارت امور خارجه است؟ آیا کارمندان وزارت امور خارجه هستن؟ آیا مثلا چه میدونم جنگ هایی که بین دولت ها اتفاق میفته چه ربطی داره اینها به هم دیگه؟ اینها باز کنش های افراد با هم دیگه هستن. بنابراین هستی شناسی که اینها ارائه میکنند، همین در واقع نوکانتی ها یا وبری ها یا پوپری ها، این هم یک جور هستی شناسی در واقع ضد رئالیستی هستش، تجربه گرایانه هستش، پوزیتیویستی هستش و حتی گاهی وقتها میتونه بسیار بسیار ارتجاعی باشه در امر سیاست گذاری و اینها. مورد دیگری که بهش میخوام اشاره بکنم، به جز این دو موردی که بهش اشاره کردم که در واقع مخالف اقتصاد سیاسی هستن، مخالف هستی شناسی سرمایه هستن، مخالف این هستن که ما تو جامعه کنونی با ساختارهای جدی روبرو هستیم که اقتصاد سیاسی سرمایه اونها رو معرفی میکنه، میریم سراغ یک نهله دیگه که همه چیز رو حالا به اقتصاد کاهش میده. این هم در واقع شامل باز دو نهله میشه که من خیلی سادش کردم، البته با این دو نهله دارم بیانش میکنم. یک نهله در واقع طرفداران سرمایه‌داری هستن، آکادمیسیان های طرفدار سرمایه‌داری، تکنوکرات های طرفدار سرمایه‌داری، بوروکرات های طرفدار سرمایه‌داری، نظریه پردازانش، و یک نهله دیگه مارکسیست های در واقع اقتصاد زده یا تقلیل گرا هستن که حالا توضیح میدم که به نظر من این دوتا در واقع یکیشون به هستی شناسی در واقع اصلا به اون معنایی که ما بیان میکنیم اعتقاد نداره، یکشون هستی شناسی به معنای خیلی خیلی تنگ کلمه بهش باور داره. ببینید طرفداران سرمایه‌داری، ما میدونیم که در سرمایه‌داری یک منطقی وجود داره، دست کم ما به معنای این کلکتیوی که تا حدی مارکسی هستش، چپ هستش، این نوسانات بازار، نمیدونم نوسانات قیمت‌ها به هنگامی که عرضه و تقاضا به اصطلاح جا به جا میشه یا عرض و تقاضا با هم نمیخونه، بحران هایی که پیش میاد، بحران مسکن، بحران مالی، بحران های اقتصادی، بحران های سیاست گذاری، اینها رو در واقع ما میدونیم که پس یک منطقی وجود داره به نام منطق سرمایه که با پیامدهاش آشنا هستیم و ما تلاش داریم که در واقع این قوانین رو خوب بشناسیم. این منطق در واقع مملو از تجرید و انتزاع هست که بار پیش هم بهش اشاره کردم، مملو از یک دست سازی، همسان سازی، همگون سازی و چشم پوشی از تعینات، چشم پوشی از خصوصیات ویژه پدیده ها هستش. شما میبینی که مثلا دارم میگم
کالایی به نام صندلی و کالایی به نام اسلحه هر دو کالا تلقی میشن، هر دو یک چیز تلقی میشن، هر دو هم قابل فروش و قابل خرید و قابل استفاده هستن. میبینی که مواد شیمیایی بسیار خطرناک با چه میدونم شیری که بچه مثلا میتونه از سوپرمارکت مادرش بخره بهش بده بخوره همگون تلقی میشه، در حالی که اینا به لحاظ کیفی بسیار بسیار متفاوتن. یکیش بسیار خطرناک هستش واسه زندگی انسان، واسه طبیعت، یکیش میتونه سودمند باشه برای زندگی انسان، برای رشد بچه، برای رشد بزرگسالان. از طرفی میبینی که جنگل، درخت، کوه، نمیدونم هر چیزی که بین زمین و آسمان و روی زمین و روی آسمان یافت میشه از نظر اینها هیچ ارزشی نداره جز ارزش سوداوری، جز اینکه بتونه تبدیل به پول بشه، جز اینکه بتونه تبدیل به چیزی قابل مبادله بشه. بنابراین همه چیز همگون میشه، یعنی شما تفاوت‌ها رو باید مرتبا حذفش بکنی تا بتونی در واقع منطق سرمایه رو راهش رو هموار بکنی توی جامعه جلو بره. این یک نوع در واقع خود تجریدگری در سرمایه هستش که بحثش طولانی، بعدها احتمالاً بهش برگردم، و یک نوع دیگر تجریدگری هستش که هر چیز دیگری جز خودش رو هم به همین تجریدها محکوم میکنه و ما رو وادار میکنه که در واقع همین تجریدها رو تو سطح نظریه هم حتی شناسایی بکنیم و تشخیص بدیم و متوجهش بشیم. یعنی منظورم این هستش که نظریه پردازانی داره، آکادمیسیان هایی داره که همین تجریدها رو میان در سطح نظریه در واقع گسترش میدن، تثبیتش میکنن و تحکیم میبخشنش. مثلا شما میبینی که در کارخانه های تویوتای ژاپن یک شیوه سازماندهی کار به وجود میاد به نام تولید لاغر، تولید منعطف. این با سرعت برق و باد میاد به اروپا میرسه، وارد دانشگاه ها میشه، وارد بیمارستان ها میشه، وارد مهد کودک ها میشه، وارد خانه سالمندان میشه، وارد همه جا و همه جا و همه جا میشه، وارد حتی ادارات دولتی میشه. یعنی این که منطق اقتصادی، منطقی که برای سوداوری بود و در یک کارخانه مشخصی این پیاده شده بود، به سرعت وارد تمام حوزه های دیگری میشه که ظاهراً نباید با منطق اقتصادی سازماندهی بشن. یعنی منطق به اصطلاح سپهر سیاسی باید منطق خاص خودش رو داشته باشه، سپهر سالمندان یا سپهر به اصطلاح امور مدنی شهروندان، سپهر خدمات دهی به شهروندان باید منطق خاص خودش رو داشته باشه که با پول و دو کرون و یک کرون و بالا و پایین کردن در واقع هزینه های این چنینی نباید محاسبه بشه، بلکه باید مبناش محاسبات دیگری باشه. اما چطور میشه که میبینید با این سرعت این شیوه سازماندهی کار وارد حوزه های غیر اقتصادی میشه؟ این علتش در واقع این هستش که ما با اندیشه‌ای روبرو هستیم، با نظریه پردازانی روبرو هستیم که تجریدات سرمایه رو در واقع به شکل افزونتری گسترش میدن توی جامعه و در همه جا اون رو باز تولیدش میکنن. این در واقع به تجریدات سرمایه دامن میزنه، تو ذهن ما هم، حتی برای ما هم طبیعی میشه که به تدریج همه چیز رو با پول بسنجیم، همه چیز رو با منطق اقتصادی در واقع سبک سنگین بکنیم. این خود تجریدگری و دیگر تجریدگری میبینیم در دست سوژه ها و کارگزاران سرمایه در واقع تقویت میشه. حالا ما در واقع میبینیم که مثلا اینها کالا، پول و تکنولوژی، سرمایه، همه چیز برایشون چیز هستش، همه چیز برایشون یک شیء هستش و اینها رو در مدل های ریاضیاتی خیلی فرمال خودشون، خیلی هم پیچیده است، به کار میبرن تا در واقع واقعیت رو دستکاریش بکنن و سیاست گذاری بکنن. این رو به همه جا در واقع چیکار میکنن؟ تسری میبخشن. این خب برای من میتونه طبیعی باشه، چرا که کارگزاران سرمایه در واقع وظیفه‌شون این هستش که منطق سرمایه رو گسترش بدن. اما اشکال اونجایی پیش میاد که در واقع رابطه بین سپهر اقتصادی و سپهر غیر اقتصادی به این شکل در هم تنیده میشه و منطقهاشون در واقع در هم فرو میره. منطق سپهر سیاسی، منطق سپهر جامعه مدنی، منطق سپهر سیاست‌های رفاهی همه مادون و فرودست و مستعمره، به قول هابرماس، مستعمره منطق اقتصادی میشه که هابرماس اشکالش اینجاست که فکر میکنه در واقع میشه این استعمار زدائی رو در واقع تو همین امروز و حالا در جامعه سرمایه‌داری تا حد زیادی انجام بدیم، ولی من و ما مارکسیست‌ها گمانمون این نیستش. ما فکر میکنیم فقط با براندازی سرمایه‌داری هستش که امکان داره که بتونیم سپهر غیر اقتصادی رو از سپهر اقتصادی دوباره تا حد زیادی متمایز بکنیم، در این حال در سطح بالاتری وحدت اندامواری بینشون ایجاد بکنیم.
به حال این پس تقویت این سلطه اقتصادی بر جامعه از طرف روشنفکران ارگانیک سرمایه‌داری از طرف در واقع نظریه پردازانش انجام میشه. حالا مارکسیست هایی وجود دارن که متاسفانه همونطور که باز بار پیش گفتم اینها هم زیر در واقع تجریدات سرمایه، همه ما زیر تجریدات سرمایه، زیر حاکمیت تجریدهای سرمایه به سر میبریم، اما بخشی از ما دست کم ادعای این رو داریم و داشتیم که قادر به شناسایی این تجریدها هستیم. یعنی مارکس به ما یک اسلحه‌ای داده، مارکس به ما یک ابزاری داده برای اینکه بتونیم سرمایه رو، منطقش رو، تجریدهاش رو شناسایی بکنیم و تا حد ممکن نظریه پردازی های ما در جهت مخالف این تجریدها انجام بشه. اما میبینیم که نه، بعضی از مارکسیست‌ها هستن که اقتصاد زده هستن، تقلیل گرایی های طبقاتی شدیدی رو از خودشون به معرض نمایش میگذارن و همچنان قادر به مفصل بندی رابطه بین سپهر اقتصادی و سپهرهای غیر اقتصادی نیستن. یعنی اینکه سطوح تجرید رو در مارکس فرا نگرفتن، که البته خود مارکس خیلی واضح بیان نکرده باشه، ولی امروز دست کم ما آثاری داریم، کتابهایی داریم که میتونیم با ارجاع به اونها، با رجوع به آنها و خوندنشون روشهای خیلی بهتری رو فرا بگیریم و بتونیم با واقعیت به طور خیلی بهتر و در واقع کارآمدتری برخورد بکنیم. بحث من اینجا این هستش که در واقع پس کسانی که اقتصاد زده هستن، کسانی که همه چیز رو به سیاست طبقاتی فرو میکاهند، در واقع دارن همون انتزاعیات سرمایه رو ادامه میدن به نظر خودشون در جهت خلاف اون، ولی به نظر من باز در جهت تقویت سرمایه عمل میکنه. این چرا؟ به خاطر اینکه شما تمام سپهرهای غیر اقتصادی رو در پای سپهر اقتصادی گردن میزنی، به خاطر اینکه شما همه منطقهای دیگر رو در واقع تابع منطق سرمایه میکنی. مثالش مسئله زنان هستش، مثال دیگر در واقع مسئله ملتهای تحت ستم در ایران هستش، که شما میبینی اگر سرمایه تجریدات رو در حد اقتصادی و فروکاستن همه منطقهای دیگر به منطق اقتصادی دنبال میکنه، دولتش هم، دولت سرمایه‌داری هم در واقع سیاست‌های خاصی رو در جهت همگونسازی، در جهت وحدت انتزاعی دنبال میکنه، در جهت سرکوب تفاوت‌ها، در جهت سرکوب تعینات خودویژه برخی از ساکنین جامعه، در واقع برخی از گروه‌ها و اقشار جامعه دنبال میکنه، همین سیاست در واقع از طرف مارکسیست‌ها تا حدی دنبال میشه. به چه شکل؟ به این شکل که میگه هر چیزی که طبقاتی باشه در واقع قانون ارزش داره، هر چیزی که طبقاتی هستش در واقع ما باید برای رفع اون ستم بکوشیم، اما اگر که غیر طبقاتی باشه این ستم، اگر که این سرکوب غیر طبقاتی باشه، در واقع واقعیتی هم انگار نداره، انگار حقیقتی پشتش نیستش، چون نمیتونه از زاویه دیگه‌ای به واقعیت نگاه بکنه. یعنی خودش هم چیکار کرده؟ سپهر غیر اقتصادی رو با سپهر اقتصادی کاملا در هم آمیخته و این دو رو نمیتونه از هم تفکیک بکنه، در حالی که هستی شناسی در واقع سرمایه فقط مال یک بخش محدودی از جامعه هستش. یعنی ما هرگز نمیتونیم بگیم منطق سرمایه کاملا بر جامعه غالب شده، منطق سرمایه تمام منطق‌های دیگر رو از سر پاش روبیده و اونها رو به خدمتگزار خودش فروکاسته. در جامعه‌ای مثلا ایران شما با ستم‌های بسیار بسیار جدی ملی روبرو هستی، با ستم بر زنان روبرو هستی، با سرکوب زنان روبرو هستی، با سرکوب ملت‌ها روبرو هستی و بحث سرمایه‌داری یا بحث منطق سرمایه یا بحث تضاد کار و سرمایه، اینها هیچ کدوم نمیتونن به طور جدی این ستم‌های دیگر رو توضیح بدن، فرموله بکنن، مفهوم پردازیش بکنن. و این هستش که ما در اینجا به یک در واقع میبینیم فقدان هستی شناسی باز منجر میشه بحث های ما. چرا؟ به خاطر اینکه متوجه نیستیم که هستی شناسی سرمایه هستی شناسی همه جامعه نیست، هستی شناسی مسئله ستم های دیگر نیستش. بنابراین به خاطر همین ما مجبوریم دوباره به مارکس برگردیم، به هگل برگردیم، مسئله هستی شناسی رو مطرح کنیم، مسئله روش رو مطرح بکنیم، مسئله لایه‌های مختلف هستی شناسی رو مطرح بکنیم. زبان یک هستی شناسی داره، نمیدونم، دولت احتمالاً هستی شناسی خاص خودش رو خواهد داشت، سوژه و ابژه هستی شناسی خاص خودشون دارن، ولی همه اینها باید مفصل بندی بشه با هستی شناسی سرمایه. این چیزیه که من فکر میکنم برای اینکه چپ رو از این دور باطل نجات بدیم نیاز هستش که بهش بپردازیم و امروز هم در واقع این مقدمه رو باز با بازگشت به عقب توضیح دادم برای اینکه بتونم بار بعدی بیشتر در همین راستا در واقع قدم بردارم.
بهاریس ساباریس مینازنین خورشید اسب نوروزه خوشم خوشم که دیوزم به نصر پاچیر دل باز پیروزه بیا و خوش بکن دل جیتر و بحالو پار سال سوزه سوز و سرما و شاقنده یک چابوشو آب کوهیم یاران تربه به فرخونده تازه سال مرهم تربه من خوشی و اقبال مرهم تربه شادی در همه حال مرهم به همه یاران به کس و کاران خورم به بروزگاران هفسینه بر رو به آین خوشتر درم من شم و جام زرین خوشتر درم من عیدی از او مهر گنجین خوشتر درم من نوگل کشم از صاف و بیغشگم از صد سال به از حالان به من و تو بادا سال نو فرخونده به سال نو گردد ما را لب برخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران پای هفت‌سین رو به آیین خوشتر چه باشد شم و جام زرین خوشتر چه باشد عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالان